27 روز خرداد ماه برابر با 17 ژوئن سال 1304 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، معاهده منع استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی در ژنو توسط 29 کشور به امضا رسید و بر اساس آن استفاده از هر گونه سلاح میکروبی، گازهای کشنده، سموم شیمیایی و نظایر آنها در جنگ ممنوع شد. معاهده منع استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی در ژنو به امضای 29 کشور رسید و بر اساس آن استفاده از هر گونه سلاح میکروبی، گازهای کشنده، سموم شیمیایی و نظایر آنها در جنگ ممنوع گردید. از دلایل مهم انعقاد پیمان منع استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی، استفاده گسترده آلمان از سلاح‌های شیمیایی در جریان جنگ جهانی اول بود. با این حال این پیمان تاکنون توسط بسیاری از کشورها نقض شده است، از جمله از سوی کشور عراق در جریان جنگ 8 ساله با ایران. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، به فرمان آیت الله خمینی برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده ایران، نهادی انقلابی با نام جهاد سازندگی تأسیس شد. اما اندیشه ابتدایی تأسیس این نهاد برای رسیدگی و اداره مناطق محروم و دورافتاده و هدایت امور سیاسی فرهنگی مردم این نواحی با استفاده از امکانات ارتش در جلسه جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های پلی‌تکنیک، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و دانشگاه علم و صنعت ایران با نخست وزیر وقت مهدی بازرگان در حدود یک سال پیشتر از این تاریخ مطرح شده بود و در همان زمان محمد تقی امانپور به عنوان اولین نماینده این گروه دانشجویی انتخاب شد تا به عنوان رابط این گروه با نخست وزیری در تماس باشد. کمی بعد اولین گروه های دانشجویی داوطلب اعزام شدند تا به مدت 3 ماه در این مناطق به فعالیت مشغول شوند. لیست گروه های اعزامی و سرپرستان آنها از این قرار بود: گروه اعزامی دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی حسین شوریده و ابراهیم اصغرزاده، گنبد و ترکمن صحرا، گروه اعزامی دانشگاه ملی به سرپرستی عبدالله سیفیکار، خوزستان و مسجد سلیمان، گروه اعزامی دانشگاه صنعتی اصفهان به سرپرستی محمود حجتی، شهر کرد، گروه اعزامی دانشگاه تهران به سرپرستی جواد خیابانی، سیستان و بلوچستان. با اجرای موفقیت آمیز دوره نخست این ایده، طرح تشکیل جهاد سازندگی مدون شده و توسط سید محمد حسینی بهشتی به اطلاع خمینی رسید. او نیز به مسئولان 1 ماه فرصت داد تا این نهضت را راه اندازی کنند. بنابراین در ابتدا بهشتی به عنوان نماینده شورای انقلاب در جهاد سازندگی تعیین شد، اما پس از چندی ناطق نوری به عنوان نماینده آیت الله خمینی و محمد حسین بنی اسدی به عنوان نماینده نخست وزیر و رضا افشار، عباس احمد آخوندی و مجتبی آلاتپوش به عنوان اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی تعیین و کار خود را آغاز نمودند. We'll be right back.